سلام، من جواد قارایی هستم، یه ایرانگردم. ایران رو کشوری منحصر به فرد میدونم و قراره در سفرهایی که به بهترین نقاط ایران دارم زیبایی های کشور عزیزم رو به شما هدیه کنم، کشوری که با تمام وجودم به اون افتخار میکنم. عشایر امروزه به گروهی گفته میشه که محور ارتباطات اجتماعیشون و اساس خیشاوندی نسبی یا سببی، حقیقی یا آرمانی سازمان یافته. شاهسون‌ها بخشی از این گروه‌های ایلی هستند که در قسمت‌هایی از شمال غرب ایران به ویژه نواحی مغان و اردبیل زندگی می‌کنند. ایل یا ال واژه ترکی مغولیه که بیش از 1000 سال پیشینه تاریخی داره. این واژه در متون کهن ترکی و فارسی به معانی مختلف ولایت، صلح و دوستی، مردم و جماعت به کار رفته. شاهسون‌ها مجموعی از ایلات و طوایف ساکن در شمال غرب ایران هستند که بیشتر در استان اردبیل و دشت مغان و نواحی قره‌داغ اقامت دارند. اما شاخه‌های مختلفی از اونها در طول تاریخ به نقاط مختلف ایران کوچ کردند و در استان‌های دیگه ای ساکن شدند. تاریخ تشکیل شاهسون‌ها به اوایل عصر صفوی میرسه. خاستگاه بسیاری از طوایف شاهسون منطقه آناتولی ترکیه بوده که بعد از مهاجرت به ایران با برخی از ایلات بومی آذربایجان رو تشکیل دادن. شاهسون در ادوار مختلف در جنگ‌ها با جانفشانی از مرزهای ایران دفاع کردند و بخشی از نیاز نظامی ایران رو تامین می‌کردند و رشادت ترک‌های با غیرت ایران همواره زبان زد بوده و هست. صبح زود برای برپایی آلاچیق دوم بیرون زدیم و روزی پرکار برای همه آغاز شد. معمولا نیم ساعته تموم میشه یا یک ساعته؟ چقدر طول میکشه یه آلاچیق؟ یه ساعت نیم طول میکشه. من در واقع نیم ساعته که داریم میزنیم. دیشب قرار بودش که این آلاچیق دوم، یعنی دیروز بعد از اون که از کوچ رسیدیم قرار بودی که آلاچیق دوم رو زده بشه، اما به خاطر بارندگی نشد و ساختار و این اسکلت آلاچیق رو زدیم و در نهایت یه مشنبه سری هیدر روش کشید که وسایلش رو خیس نشه و الان دارن ادامه کار انجام میدن و نمدهایی که روش میکشن رو، نمدهایی که روی الان بچش کار کن، بچش. یکی از بهترین راه ها برای تشخیص عشایر شاهسون ساختار و معماری خونه این ایل اصیل، یعنی آلاچیقه. خونه ای که با دقت، مهارت و ظرافت زیادی ساخته و برپا میشه. در کنار آلاچیق معمولاً یک چادر دالونی شکل که از آلاچیق کوچکتره برپا میشه که بهش کومه میگن. دوام آلاچیق ها از کومه بیشتره. هیدر، آلاچیق ها به چند نوع هن؟ آلاچیق ها مثلا آلاچیق های سفید و سیاه معروف هن مثلا. بعد تو اندازه بزرگ؟ اندازه بزرگ جاره، یه شیش مثلا کوچیک. یعنی هم کوچیک و بزرگ داریم، هم سفید و سیاه. سفید و سیاه؟ آره. بعد سیاه و سفید به چه معنیه؟ چرا سیاه و سفیدش میکنن؟ مثلا سیاه سفید، مثلا سفیدش واسه مهمون هاست، مثلا مهمون که میاد، یعنی نمدش از جنس پشم سفیده. خب و اونی که تیره تره، اونی که تیره تره مثلا واسه کارهای خانوادگی، مثلا خانم ها اونجا کارشون انجام میدن، مثل مثلا تقریبا آشپزخونه به نوعی.
قسمت بالاش هم که تاجش دیگه کار خودته، قد بلند چنبره، قد بلند باید اونو بالا بگیرید تا همه چوبا رو بتونن زود بزنن. اون قسمت بالا که بهش میگن چنبره رو معمولا یک نفر از اعضای خانواده که قدش خیلی بلنده وسط وای میسه نگه میداره و دو سه نفر دیگه مثلا کربلای قربان با پسراش اینها رو چوبا رو دونه به دونه داخل اون شیارها قرار دادن تا اون به همون شکل بمونه. اما مهمترین بخشی که این تا ابد اونجا باقی بمونه اینه که تمام اونها رو با تناب فیکسشون میکنن، مهار میکنن و اون تناب روی زمین میدوزن. اون میله که داخل زمین کردید اون امکان نداره باز بشه؟ نه اون میخش بلنده، دیدی چه اندازش اینقدر امکان نداره کشیده بشه بیرون؟ اصلا نه، آخه اون زور نه، حالت فنری پیدا میکنه. آها چنبره در حقیقت به زمین دوخته میشه. حالا اینا هم میچشن پایین میده. آها اینا هم میکشن پایین که نگه دارن. یعنی اینا نباشن امکان داره که اون کم کم به مرور زمان باز بشه. گل ممیر دایان گل همون رو بگیر، تنها باشو بگیر. هیدر الان خیلی کم دیگه من آلاچیق میبینم، چرا؟ دیگه به خاطر همین میبینی چرا سخت بازو بسته کردنش؟ فقط به خاطر بازو بسته کردنش؟ نه همون نمدش گرون شده، مثلا یه کومره چه خودش شناخته میبرم میخرم مثلا 2.5-3 تومن. کومه یعنی همون چادر برزنتی؟ آیوه، ولی این مثلا کل هزینش از 20 تومن هم بالاتر میگه. 20 میلیون تومن؟ آره یه آلاشیق؟ یه آلاشیق؟ فقط نمدش 7-8 میلیون نمدشه. وای بعد هر چند وقت یه بار باید عوض بشه؟ هر 2 سال یه بار، مونده به کارکردش، بارون زیاد بیاره، هر 2 سال یه بار معمولا باید یعنی الان کسایی که وضعیت مالیشون بهتره معمولا نمد دارن، درست چیز دارن، آلاشیق دارن. درسته. به خاطر همین اینقدر کومه زیاد شده، هم راحت‌تره، هم هزینه‌اش ارزون‌تره. ولی خب یه اشکالی داره، چند تا اشکال داره. یکی اینکه خب خیلی زیبا نیست. اشکالش خیلی زیاده. خیلی زیبا نیست. تو سرما سرده. سرد تو گرما گرمه. گرما گرمه، ولی آه. این آیگه، بهترین آیگه. تو گرما داخلش کنه چه؟ به شرطی که توش مشامو نباشه. درسته. چون شما به خاطر اینکه نمدی خیلی نازک‌تر شده، مشامو کشید که صرف جویی بشه. درسته؟ دیگه این کارو اون دیگه این کارو اون کارا لاچق میکنه دیگه. آه. گفتیم آلاچق سیاه. آره. این آلاچق سیاه. دیگه... متوجه شدم. آره. چون برای آلاچیق سیاهه برای آشپزون استفاده میشه و نمدش هم نازک‌تر شده درسته. که آب دیگه توش نفوذ نکنه. آره. ولی اصلش در حقیقت اصلش اینه که خود نمد رو هر یک سال یا هر 2 سال یک بار عوضش بکنن. درست. و اگر عوض بشه دیگه امکان نداره که توش آب نفوذ بکنه، به خاطر اینکه نیازی هم نیست که زیرش مشمع کشیده بشه و بارون هم که بیاد دیگه توش آب نفوذ نمیکنه. اما وقتی که از عمرش خورده بگذره مثلا میشه 3-4 سال نازک که بشه آب به راحتی توش نفوذ میکنه و به همین دلیل هیدر و خانواده‌اش این آلاچیق رو زیرش رو مشمع کشتن به خاطر اینکه بارون توش نفوذ نکنه. اما قطعا گردش هوا توش خیلی خوب نخواهد بود و احتمالاً توی گرما یه خورده گرم میشه به خاطر مشمع. درست؟ درست. اسم اینا چیه؟ باسترخ. باسترخ؟ درسته. چه باحال اسمش. باسترخ یعنی چی؟ معنی خاصی داره یا فقط؟ نه همون اسمشه، بافتشه دیگه اصلا. باسترخ اگر نباشه بافن. این وا میره. آره. اینش چوبا رو از هم با فاصله نجه میداره. این خیلی مهمه. باسترخ یادتون باشه. تو آلاچیق اگر باسترخ وجود داشته باشه فاتحه اون آلاچیق خونده است. اینو باید تو کجا بیارم؟ این تا اونجا نمیاد. تا اینجا ببر. اینجا. محکم ببند. آلاچیق نسبت به کومه در نظر شاهسون‌ها برتری داره و هر کومه نشین سعی میکنه که در مدت کمی کومش رو به آلاچیق تبدیل کنه. اما این برتری کوچکترین اثری در پایگاه اجتماعی صاحب اون نداره. شاهسون‌ها به مجموعه چند آلاچیق و کومه که در یک نقطه برپا میشه اوبه میگن و به منطقه‌ای که اوبه در اون برپا میشه یورت گفته میشه. مشخصه اصلی یورت سنگ چین‌های هلالی شکلیه که در زمان استقرار اولین آلاچیق یا کومه چیده میشه. این سنگ چین‌ها محل قرار گرفتن فارماش، فرمش یا همون جارخت خوابی پشمی و سایر اسباب و اساسی است. این سنگ‌ها در واقع اسباب و اساس پشمی رو از تماس با کف زمین و نفوذ نم و رطوبت به داخل اونها محافظت میکنه. هر کدوم از اعضای یورت تا آخر عمر به یاد دارن که تو کدوم یورت به دنیا اومدن و معمولاً هر یورت لقب یا اسم مخصوص به خودش رو داره که ممکنه اشاره به یک جریان تاریخی، واقعه یا پیش آمد داشته باشه. خیلی باحالن مرغا اومدن این تخم میکنن. مرغای کربلای قربان همیشه هر روز میام اینجا ولوش ظهر روی این جاجیما و روی این
مفرشا و سنوچه های اشعری که خیلی نرم و گرم هم هست میشینن راحت تخم میزنن. فرار هم نمی کنم. این چجوری نگاه میکنه؟ اخموه. میکنم هر روز یه اومولت اینجا میزنم. اونم با چه تخم مرغی. خب راحت باش. تخم بزن. راحت باش. یکی شما مواره. سلام مادر، خسته نباشید. حال شما چطوره؟ سلامت باشید انشالله. سلامت باشید، خیلی ممنونم. یکی از اصطلاحات زیبایی که ترکای شاسمان به کار میبرن اینه که الله کمکی اولسون و الله یه چیز دیگه هم گفتی مادر. الله سن ساخلسون، یعنی که خدا کمکت بکنه همیشه و خدا تو رو حفظت بکنه. و این همیشه ورد زبونه چه بزرگان، چه کوچیکا، چه خانوما، چه آقایون هستش. بیام کمک در. ای سوال. خوب سنگینه. بگیرش. همین سن بگیر. باری کلا. این نمدا هر کیلو با هم تو 50 60 کیلو وزنش هر یه دونه. درسته. یعنی 200 کیلو فقط وزن این نمدیه که این رومیات. چش. بکش. اندر راحت تو. برات چون چیزین برات، چون چیزین برات. زندگی اشعری واقعا سخته. با اینکه زیبایی های خاص خودشو داره و خصوصیات خیلی خوبی داره، در کنارش سختی خاص خودش رو هم داره. شما فکر میکنید که یک خانواده توی شهر وقتی که بخوان سالی یه بار جابجا بشن و اگر مثلا مستاجر یک جایی باشن بخوان خونه‌شون رو جابجا بکنن، چقدر میتونه این جابجایی خونه و اسباب کشی چقدر میتونه مشکل باشه؟ حالا اگر زندگیتون به این شکل باشه، عشایری باشه، شما در سال امکان داره حتی گاهی 5 بار مجبور بشه اسباب کشی بکنید و این کارو خیلی سخت میکنه. ولی خب توی انتخاب وسایل، انتخاب ساختار خونه و انتخاب شیوه زندگی عشایر خیلی هوشمندانه عمل میکنن و به شکلی وسایل خودشون رو تو خونه انتخاب میکنن و جوری زندگی میکنن که این اسباب کشی خیلی براشون سخت نباشه. به خاطر همین در عرض یک روز اسباب اساسیه، یعنی کل خونه رو جمع میکنن و بار شطور و اسب رو خاطر میکنن، یا بعضی ها الان با نیسان و خاور حتی ماشین استفاده میکنن و جابجا میشن. اما اگر نباشه باید با چهارپا کوچ بکنن و سعی میکنن که جوری برنامه‌ریزی بکنن که در طی این 5-6 بار اسباب کشی خیلی بهشون فشار نیاد. اما فکر میکنم فشار میاد. من اومدم برای اینکه فشار نیاد کمک کنم. آب و هوا و اقلیم باعث میشه انسان با شرایط محیطی خودش رو تطبیق بده. به عنوان مثال، مسئله‌ای که در ساخت یک خونه در یک منطقه گرم و مرطوب جنوب کشور استفاده میشه با مسئله‌ای که در ساخت یک خونه در منطقه خشک کویری استفاده میشه متفاوته. شاه‌سوان‌ها هم به تجربه در طول زمان این نکته رو دریافت کردن. اونا به این دلیل که در مقایسه با سایر مناطق عشایری ایران در هر دو ناحیه سرد سیر و گرم سیر آب و هوای سردی رو تجربه میکنن، از چادری استفاده میکنن که تا جای ممکن بیشترین هماهنگی رو با شرایط محیطی داشته باشه. هیدر، یه خبر خوب برات دارم. ها چی؟ کربلای من تایید کرد. گفتم از من شاه‌سوان در میاد یا نه؟ گفت میتونی. آره این کاره. 300 تا گوسن جمع کن بیا اینجا دیگه. خب. آره باید 300 تا گوسن بگیرم. این چیه؟ هیدر این چیه؟ هیدر. بهش میگن تپنیک. سر چنبره میذارن. تپنیک از همون تپه میاد؟ آره یه تربش مدل شبیه تپه است دیگه، نگاه کنید. این دیگه تاج آلاچیق به تاج آلاچیق به حساب میاد. این چه قشنگ این کمپولی که بالاشو داشتید. آره. این به خاطر چی این کارو میکنید؟ این خوشگلشه دیگه، قشنگه. کاکولشه. درسته. به این چی میگن؟ به این میگن گوتاز. گوتاز. به این میگن گوتاز، به اینا میگن تپنیک. درست. خیلی جالب. بنازم بالا؟ بنز بره بالا. امیر حسین تاج آلاچیقو بزن. یا تاج آلاچیقو بگیر امیر حسین. بگیر که اومد. عجب خوشگل شد. واقعا یکی از زیباترین سازه ها و معماری که من تو عمرم دیدم همین آلاچیق شاه‌سوان هاست که فوق العاده زیباست و تمامش هم برگرفته از فضای پیرامونشونه. چوبه که از چوبه چه درختیه؟ چوب جنگلیه. بعد درخت خاصی باشه که اینقدر خام میشه؟ درخت خاصیه که مثلا فعالیت فنری داره دیگه، از این چوبای ساده نیست. کربلایی میدونه چه چوبیه؟ آره اون میدونه. کربلایی قربان، این چه جنس چوبیه؟ این چوبش از چه درختیه؟ درخت جنگل های شوروی. شوروی روسیه. جنگل های شوروی. این مال شما الان چوبش چند سالشه؟ این چند وقته که کار میکنه؟ این نمیدونم چه 50 سال داره کار میکنه. عجب چوبیه. آره زیاده بچه 60 سال.
وای خدای من. پس باید گرون باشه. گرونه نره. دیگه از اینا پیدا نمیشه. کمیابه. کمیابه. یعنی همه چیز دست به دست هم داده تا این آلاچیق یه جوری از بین بره. خیلی برای من این خیلی عجیبه. برای من این معماری یکی از منحصر به فرد ترین معماری های کشور عزیزمونه. ولی الان نه چوبش گیر میاد، نه نمدش درست حسابی گیر میاد و خیلی گرونه و این به همین سادگی اگر مسئولین حمایت نکنن، به همین سادگی یک معماری که فوق العاده بی‌نظیر و با ارزشه و بخشی از هویت ملی کشورمونه از بین میره. کار برپایی آلاچیق دوم به پایان رسیده بود و همه وارد چادر بزرگتر شدیم تا کمی خستگی در کنیم. این چند تاییه؟ این پرراش چند تاییه؟ 28 تاییه. این 28 تاییه. این بزرگه است. بزرگه رو برای مهمان استفاده می‌کنم. بله، بزرگه برای مهمان استفاده. کوچیکه رو برای کارهای دیگه، رفت و فتح خونه و نمی‌دونم آشپزخونه. آشپزخونه و کارهایی که انجام میدید. پنیر درست می‌کنید، سرچیر اون تو درست می‌کنه. سرچیر درست. خدا حفظتون بکنه. کبلایی یاد هیدا جان، می‌خوام سوال بکنم، شما توی سلسله مراتب ایلی به چه صورته توی ایل شاسوند؟ شما می‌خوام خودتون رو به نوعی می‌خوام بیشتر باهاتون آشنا بشم، بشناسمتون که تو چه سلسله مراتبی هستید، از کدوم ایل و طایفه و قوم هستید؟ ما دقیقاً مثلا بخوایم بگیم از قوم ترچ، بله. ایل شاسوند، بعد از طایفه ملی سیدتر. ولی ما دو تا طایفه هستیم که به هم قاطی شدیم میگیم ملی سیدتر. ما خودمون سیدتریم. ولی خب چه تیره‌ای هستید؟ ما سیدلری. خب طایفه سیدلری دم. نه طایفه ملی سیدلر از تیره سیدلر. آها متوجه شدم. آره. چرا ملی سیدلر؟ چرا اینجوری هم یعنی دو تا تیره اونقدر به هم چیز شدن، نزدیک شدن، خب دیگه قاطی شدن میگیم ملی سیدلر. یکی شدیم. یکی شدیم. آره. ملی سیدلر یعنی سیدهای ملی. آره. یعنی طایفه سید ملی. آره. درسته؟ درسته. ملی. و این منطقه ای که شما هستید و یورت میگید، درسته؟ درسته. در هر یورت کیا زندگی میکنن؟ یورت به منطقه به چه جور، به چه نوع منطقه میگن یورت؟ خود خانواده چه مثلا خواهر برادر پدر مثلا یه جایی انتخاب میکنن که اونجا آلاچیق برپا کنن. خب بعد به اونجا میگیم یورت. آها یعنی اگر جایی که آلاچیق اونجا پارک میکنن، سلام، جایی که آلاچیق درست میکنیم به اون منطقه میگیم یورت. یورت و جایی که یعنی یورت به جایی گفته میشه که فقط یه خانواده چه، نه بزرگ خانواده، بزرگ خانواده، عروس داماد، عروس داماد، همه اینا هست، پسرش همه هستن. دست شما کبلایی، بفرمایید. زحمت کشید، ممنونم. دست دادن میشه جانتون بکنم گوش نشه بکنم. آره توی سلسله مراتب ایلی پس شما جزء اذیت داری میشه بسید. شما پس جزء طایفه ملی سیدلر شدید و تیره سیدلر. درسته. درسته؟ درسته. خدا حفظتون بکنم. خدا تیره نه، ما سیدتر تیره ایسالی میگیم. آه تیره ایسالی. آره طایفه من سیدتره. خب درسته. ولی داخل طایفه به ما ایسالی میگه. و یورد یورد فامیلیتون چی میشه؟ فرانسادات. یورد فرانسادات. درسته. درسته؟ درسته. مادرم از همون تیره طایفه هستن. بله بله. عموغلم قزی. ای جانم عموغلی ام قزی. یعنی که میگن که منو همسرم در حقیقت میگن که با پدر دخترم و پسرمو هستیم. بله. شما چند تا بچه دارید مادر؟ دو کوز. یعنی 9 تا بچه دارید. و چند تاشون پسرن، چند تا دختر؟ 5 تا اوغلانده، 4 تا قز. 5 تا اوغلان یعنی 5 تا پسر. 5 تا پسر، 4 تا دختر. خب بقیه بچه‌ها کجا هستن کربلایی؟ اگه یه بچه ها؟ بچه ها؟ الان چند تا بچه ها اینجا هستن؟ الان دوتا. دوتا یعنی دوتا؟ دو نفر؟ الان سه تا. یکی هم تازه آمده. نه نه، چند نفرشون با شما زندگی عشایری دارن؟ دو نفر. دو نفر. دو نفر؟ کی و کی؟ هیدر. هیدر با کی؟ ولی. هیدر و ولی پسر بزرگتون هستن؟ نه. پسر بزرگ محمد فرانسادات میشینه. متوجه شدم. پس دو تا از پسرها با خانم و خانواده هاشون اینجا کنار شما زندگی میکنن. بقیه کجان؟ بقیه زندگی شهری انتخاب کردن دیگه. جدی؟ الله. چرا با شما نموندن؟ حالا گفتن عشایری سخته دیگه، ما نمیتونیم دوام بیاریم، اونا رفتن. رفتن شهر. رفتن همین کاراشون میآیند اونجا هم میمونن اینجا هم میآیند. ولی مثل شما زندگی نمیکنن، یعنی عشایری زندگی نمیکنن. درست زندگی نمیکنن. مادر اون موقعی که شما ازدواج کردین 9 سالتون بود، کربلایی قربان 15 سالش بود. خب شما به عنوان یه دختر 9 ساله اون موقعی که ازدواج کردید چه حس و حالی داشتی وقتی اومدی اون مراسم باشکوه عروسی و با اون همه جمعیت دیدی؟
فکر میکردی چیه؟ واقعیه؟ فکر میکردی عروسی خودته؟ فکر میکردی بازیه؟ چه فکر میکردی؟ اصلا درکلمیردم چه دیردم جورستم بلار نیه یقشیف بلار نه این چه میده عجب بی دنه بیوک کارداشم بار او جلب منه دیردی چی قز اشاقسان سنی بود دیردم یو دیردم یو خواه او دور دهیل اما اغلام قزیق ای جانم قبول نمیچرچم اینجور ما دخترم و پسرم و هستیم دیگه یعنی باورش نمیشد که عروسی اصلا متوجه نمیشد درکش نمیکرد که چه اتفاقی افتاده خوب دیردم اما اغلام قزیق بی ظاهری بشه یخته دیردی یو خواه سن دیردم یو خواهی امم جلجه در زیدتایی از جا درشه جده تیج امم جلجه خنده یک کربلایی خیلی قشنگه عالیه خوب بعدش چی شد بعد دیگه رفتید و با هم دیگه زندگی کردید و جلدم دایی جلدم به اوبیا جلن نسورا سورا دایی تازه وارد اوبیا شدی متوجه شدی که دیگه ازدواج کردی تازه فهمیدی چشایی اصلا متوجه نشدی که این عروسیه برای شماه با اینا خیلی جالبه آدم خودش وقتی جای این زوج میذاره اصلا دنیاشون خیلی تغییر کرد یعنی دنیا خیلی عوض شده و دنیای اونا خیلی متفاوت بوده شما چه خاطره ای داری در اون زمان؟ خاطره هنوز جانم یکی از خصوصیات بارز ترکای شاسفن اینه که خجالتی هستند و خیلی حجب و حیا دارن من الان از پدر پرسیدم که الان هم من خجالتی هستم اصلا صورتش قرمز شد با 72 سال سن ولی خیلی دوست داشتم ای جانم هنوز هم معلوم خیلی دوست داشتم خدایتتون بکنه عمر طولانی و با عزت به همه خانواده خودتون بده باعث افتخاری چون من با شما حیا میکنم ای جانم فدای وجودت بشم عزیزم خیلی دوست داشتنی هستی کربلایی واقعا پدرتون دوست داشتنیه من واقعا قدرشو بدونین قدر این پدر و مادر که واقعا میدونن یعنی کلن ترک ها خیلی ارزش زیادی برای بزرگترهاشون قائلن مادرشون پدرشون خیلی براشون با ارزش حاضرن از همه دار و ندارشون زندگیشون از جونشون میگذرن به خاطر پدر مادرشون و این واقعا یه درس خیلی بزرگیه برای دیگر آدم هایی که توی خانواده ها زندگی میکنن چقدر باید برای پدر مادرشون ارزش قائل بشن هیدر من باهاش صحبت میکردم میگم من جونم برای پدر مادرم میدم اینقدر براشون او ارزشن نه تنها هیدر تمام بچه ها هزن برای پدر مادرشون یعنی از جونشون بگذارن و این یکی از ارزش های بزرگ این خانواده ها بله من الان 3 سالگی یکی پسرم صدا کنم با نزد پدرم اصلا ای جانم اینقدر موجب حیا داشت اصلا حیا داشتن اصلا آخه خدا رحمتشون بکنه هیدر همسر آقا ولی هست خود آقا ولی نیست آقا ولی کجاست خودشون بفرستیدن یه اسمتون چیه ببخشید میتونم بپرسم اسمتون آقگل پناهی آذر آقگل پناهی آذر آقگل یعنی گل سفید درست. چقدر زیبای اسمتون اسمشون هم برگرفته شده از طبیعت آقگل خانم آقا ولی الان کجاست جدیب گوینا جدیب گوینا یعنی برای رفته دوستان رو ببره برای چرا درست. بعد شما چند تا دختر دارید دو تا پسرم دارید خیر اسم دختراتون چیه؟ من توی کوچ دیدمشون دورنا خانم دورنا و؟ فرانسا آقا نه نه اسم یکی دخترتون چیه؟ مونا فرانسا مونا و دورنا چه اسمای قشنگی اسماتون رو خودتون انتخاب میکنید یا پدر؟ خیر گاینم ای جانم نه خودتون انتخاب میکنید نه شوهرتون مادرتون بره. یعنی مادر بزرگشون انتخاب کرده رسم بین شاهسوان ها رسم اشعری مادر بزرگ اسمش بعد با هم دیگه مشورت هم میکنید من ده به ننم ناد دورنیده ای جانم اونا جورا دیدم پونو نادم گویتم دورنا دورنا بعد مشورت هم کردید بله. مشورت لدی بله بله آها چقدر جالب خب اینجا مادر اینجا توی این شرایط اشعری کسی که زندگی میکنه اونا که مثلا میخوان مادرایی که باردار میشن بچه دار میشن میرن بیمارستان میرن دکتر چیکار میکنن تو اینجا خب خیلی فاصله دوره یا خیلی جایی اصلا راه ماشین رو نداره چیکار میکنن او زمان دکتری جتمی olmurdu ki onda bizim zamanımızda mesela دکتری جتمی olmurdu o zaman yol zat yok idi maşında buralarda maşın yol zat yok idi hatta o yap qədimdən deyim sənə mənim bir dənə həmin bunun ağası əmim idi mən də əm oğlum qızıydıq da bir hesab mənim nənəm uşaq hamileydi. Bəli. O zaman bunun ağasının bir dənə oğlu var idi, öldü. Öləndən sonra mən bizim nənəmin çiyimi. Kesimin nuru. 9 ay bilinir. Canım ana. Beyittin sen məni yana yana. Odlu san gün kimi Bir kaynar hayat kimi Borçluyam ben sana Sana bir evlat kimi Aziz anam
الان اینی که مادر و پدر برای من تعریف کردن، مخصوصا مادر، یه چیزایشو فهمیدم یه چیزایشو نفهمیدم، یه چیزایشو فهمیدم باورم نمیشه. میخوام خودت به زبان فارسی صحبت بکنی بهم بگی واقعیت داره یا نه، چی شده جایی دقیقاً. اینی که فهمیدی پدر مادرم با هم دخترم و پسرم هستن. بله، خب درسته. بعد اینا مثلا سن بی سر اولدن یواش یواش دیمم یادمدن چیقماسن اولاره. اوغا ایلا بیلی بو امکن اونچو اوغ اوغ بابا پدرم یه دونه بچه‌ش مرده بدون نمیاد. خب درسته، خدا رحمتش کنه. خدا رحمتش کنه. بعد خانم مادرم باردار بود ولی به هیچ کس نمیگفت که من باردارم. حتی از آبروهای خودش لباس کشاد میپوشید تا اون 9 ماه که تموم شد هیچ کس نفهمیدین بارداره یا نه. من باورم نمیشه. آره. یعنی فقط به خاطر اینکه روش نمیشد بگی من باردارم، یه لباس کشاد میپوشید هیچ کس نفهمید تا 9 ماهگی هیچ کس نفهمید. تا 9 ماهگی من اصلا باورم نمیشه. بعد خب اینا زمان کوچشون میرسه تا از کشلاقدان چخردز ده؟ یایلاقدان. از یایلاق؟ یزدقدان یایلاقا. ها یایلاقا چطوره؟ از یزدق میبینیم. از بهاری به یایلاق تابستان اینا کوچ میکنن. بعد وسط کوچ این که اصلا مثلا پسر یکی از بابا مرده بود. بابا پدره. بله. از خجالتش مثلا این مرده این شادی کنه که بچه به دنیا اومده یا نه. وسط کوچ این دردش میگیره. خب هیچی هم نمیدونه بارداره. عجب. بعد کوچه که مثلا وسط کوچ یه واسه شطره یه استراحتی میدن. درسته. این شطره رو اینطوری میخوابنن که استراحتشه. این خلاصه مادرم میره وسط خارا، جوان هستش، جوانای بلند، اونجا بدون این چه کسی بفهمه صداشو کسی بشنوه بس صدای میشه میاد. بعد میاد، یعنی بدون اینکه کسی بفهمه میره یواشکی توی بوته های خار اونجا بچه رو به دنیا میاره. میاد. آره. من اصلا واقعا باورم نمیشه. فقط یه نفر، اونم یه زنی بوده که واسه اینا کمک میکرده. خب اون مثلا وسایل چیزو میاره، فقط به اون میگه، فقط به اون میگه، اون کمکش میکنه چه مثلا اون وسایل. خب وقتی بچه به دنیا میاد بچه کار، یعنی خودش تنهایی بچه رو به دنیا میاره. آره، تنهایی بدون اینکه دوشداری باشه، بدون اینکه وسط بوته های خار. اصلا واقعا معجزه از یه همچین حدیثی. آره، فقط به خاطر آبروش وسط کوچه آدم زیاده، کسی صداشو نشنوه. از یه طرف اینقدر حجب و حیا داشتن، اینقدر از یه طرف مثلا پسر عموش مرده بوده مثلا چیز نخشه آبروش هست بشه به کسی صدا در نمیاره. بعد کوچه ادامه میدن. درسته. کوچه ادامه میدن، میرسن به خونه، خونه رو برپا میکنن. یعنی تو کوچ کسی نمیفهمه بچه؟ تو کوچ هم هیچ کس نمیفهمه. تازه سر روز نمیشه. تازه سر روز تو خونه نمیفهمن. وای، مگه میشه؟ بعد سر روز اصلا یه چیز عجیبیه. آره، بعد سر روز بابام میره خونه، اون یکی بابا میگه شنیدم بچه به دنیا اومده، چرا به من نگفتی؟ بعد میگه اینا خجالت میشه آقا پسرت مرده مثلا آبرو میشه بابام بابای مادرم خجالت میشه سرشو میندازه پایین از آلاچیق میره بیرون. خب بعد میگه چرا نگفتی میخواستم گوسفند قربونی کنم چیه این مثلا رسمش نیست اینا. ناراحت میشه. بعد دیگه چی بگم آخه. بعد میگه آقا این اسمشو من میذارم، اسمشو میذاره آیاز سزاده. الان آیاز سزاده میدونی چیه؟ یکی از اشعریه. نه بابا، پروفسور آیاز سزاده رئیس دانشگاه تبریز. همون بچه‌ای که تو خارا به دنیا اومد. ماشاءالله. واقعا شگفت زده شدم من. آره. چقدر عجیبه. این داستان رو واقعا هر کسی بشنه فکر می‌کنه که مثلا یه قصه یلکیه. نه بابا، نه، ما اشعریه. اصله. اصله. ماشاءالله. آقا جواد، ما تو اشعریه چنین شیرزنایی داریم. افتخارمون اون هستش. باشه، واقعا آدم افتخار می‌کنه بهشون. اصلا یه چیز عجیبی بود اینی که برام تعریف کردی. واقعا هنوز دارم حظ می‌جوگم همین این بچه زمان شاپ 22 سال آمریکا مونده. 22 سال. اونجا درس خوندم. اونجا تمام شد. همین پروفسور که توی این شرایط به دنیا اومده کلی درس خونده شده پروفسور عیاض داشتشم و الان داشت رئیس داشتشم مهندس تو تورنتو. یعنی من اینجا به این نتیجه گیری نتیجه گیری چه از بکنم؟ هزار تا نتیجه گیری، هزار تا درس داره. این که توی این شرایط انسان ها میتونن زندگی بکنن، توی این شرایط میتونن بچه به دنیا بیارن، اونم به این سختی و موفق باشن و بچه هاشون چقدر موفق باشن. بله، همه ایشون با ثبات. ماشاءالله. خدا حفظشون.